آمدیم به باغ قاضی و گزارش داریم در مورد قیمت مواد خوراکی، که قیمت مواد خوراکی چند هست، چقدر کاهش داشته و کدام مواد خوراکی هنوز هم قیمتهایش بلند هست. امروز دکانداران میخواییم صحبت کنیم. سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما را بخیر. اسمتان؟ عبدالله غفوری هستم، یک تن از دکاندارای مندهی باغ قاضی کابل. بسیار خوب. آقای عبدالله، چگونه هست فعلا قیمت ها، نرخ ها کاهش داره یا افزایش؟ الحمدلله در این روزا نرخ ها کاهش داره و نرخ های مناسب است، نسبت به وقت ارزان تر شده نرخ ها. بسیار خوب. یک بوری آرد قیمتش چقدر شده و واردات آرد بیشتر از کدام کشورها است؟ فعلا از کدام کشورها آرد وارد میشه؟ قیمت یک بوجه آرد در 1850 افغانی است و از کشورهای ازبکستان، قزاقستان وارد میشه. بسیار خوب. یک ماه گذشته قیمت آرد چقدر بوده و فعلا چقدر کاهش داشته؟ در کنار از این، تقاضای مردم چگونه است؟ مراجعه میکنن به خاطر خرید یا نه؟ یک ماه قبل تقریبا در حدود 2100-2150 روپا یک بوجه آرد 50 کیلوی قزاقی بود، حال فلحال 1850 افغانی است. بله، آو مردم تقاضا چطور میکنن؟ یک کشور مصرفی است دیگه، چاره نیست که مردم غیر از اینکه خریداری کنه و آرد و برنج اینا رو بخره. روزانه چقدر مشتری دارین بویشه به خاطر خرید آرد؟ چون قسمی که میفهمیم بیشتر شهروندای ما از آرد استفاده میکنن و کسایی هستن که در خانه هم نان میپزن. تعداد مشتری ها رو خودم تو برآورد کردن نمیتونه، چون مردم زیاد مراجعه میکنه و کم و زیاد مردم میبره، دکاندارا میبره، خانوالا میبره، چون آرد یک چیزی است که در قدم اول مصرف میشه و چیز خوراکی قدم اول است. مردم زیادتر مراجعه میکنه، در خانه پخته میکنن، در بازار خبازی ها و اینا هستن. آرد یک مصرف بالایی را داره در کشور ما. شما بسیار خوب. بر ما معلومات بدین در مورد قیمت های لوبیا نخود چقدر کاهش داره؟ قیمت های لوبیا و نخود هم کاهش پیدا کرده نسبت به ماهی گذشته در ماه رمضان یا خیر؟ بله، تقریبا هم یک و نیم ماه میشه نخود هم ارزان است الحمدلله و لوبیا را ارزان شده و بعض مواد دیگر هم ارزان شده الحمدلله. نسبتا به وقت یک و نیم ماه پیش حال ارزان شده و این سال که ماه مبارک رمضان آمده، این بیخی یک بی سابقه است. در حدود حتی 10 سال یا 15 سال حتی گفتم میتونم که یعنی این سال بیخی بی سابقه است الحمدلله، که در حدود همین 10-15 سال این رقم ارزانی نشته بود کاله است. دلیل در چی است؟ آیا امی که نرخنامه‌ای که خود شهرداری کابل تعیین کرده او تطبیق میشه یا دلیل های دیگه هم داره؟ یک موضوع دیگه است که کشور ما شما کشور مصرفی است، هیچ چیزی در دست خود ما نیست که در دست شاروال باشه. حال ما شما شاروالی را مقصر بدانیم یا تاجر را مقصر بدانیم یا کسی دیگه ای را، هیچ چیزایی که ما شما مصرف میکنیم از بیرون میاریم، از کشورهای بیرون. ما شما یک کسی هستیم که مصرف میکنیم، اما از خود چیزی نداریم، از بیرون میاریم. و الحمدلله همین کنترل شده، یا شاید سر گمرکات یا سر زمین نرخ و گپا دیگه نسبت به سالهای قبلی خیلی خوب است. بسیار خوب. یک خبر خوشم بوده میتونه در ماه مبارک رمضان به شهروندای ما که نرخ‌ها کاهش پیدا کرده و میتوانند مواد اولیه را استفاده کنند. در کنار از این، شما اشاره به گمرکات داشتین، آگاهی دارین چقدر گمرکات سهولت بخشیده شده، تعرفه گمرکات کمتر شده؟ والا متی خوشخبری است که اگر می گمرکات هم رقمی که وعده کرده رئیس گمرکات دیگه اون کار شود دیگه، هم الحمدلله زی کدام ارزانی تر میشه. شاید که یک بوجه هار در حدود 1500 افغانی یا پایین تر از وام بیه دیگه. خدا میربان است در کل از حکومت امارات اسلامی خواهان هستم که در امی عرصه زیادتر کوشش کنه، بلخصوص مردم ما در این اواخر اقتصادشان زیر صفر است. اگر اینا هم گمرک پایین تر بیاره، مال از کشورهای بیرو بیاره، یا بلخصوص همین موضوع هارد و برنج و روغن گمرکات معاف کنه دیگه، ما درآمد داریم غیر از این کشور ما الحمدلله که خرج مصارف حکومت بکشه. اگر همین موضوع مواد اولیه را اگر اینا معاف کنه، فکر که یک بوجه هارد 12-13 افغانی بیا، مردم اقتصاد زیر صفر است، خیلی مردم بیچاره هستن. اگر این کمک کنه، یعنی واقعا در حق مردم یک لطف مهربانی خاصی کرده باشه. ممنون شما، روز خوش داشته باشین و کار خوش داشته باشین. بخیر، سلامت باشین. وقت
صحبت داشتیم امروز یکی از دکاندارا، در این قسمت دکانای زیاد مواد خوراکی موجود است. میریم امروز دیگرا هم صحبت میکنیم که نرخ‌های مواد اولیه چقدر کاهش داشته و چه تأثیری داشته بالای خود شمار مراجعه کنندگان و شمار خریداران نزد اینا. میخوایم امروز اینا هم صحبت داشته باشیم. سلام برادر، صبحتان بخیر. اسمتان؟ سید احسان. آقای سید احسان، برای ما بگوین که چقدر کاهش نرخ مواد خوراکی بالای مشتریاتان تاثیر داشته؟ آیا شما رو مشتری ها رو بیشتر ساخته در ماه مبارک رمضان یا خیر؟ نسبت به سال گذشته نرخ زیاد پایین آمده. الحمدلله امسال ماه مبارک رمضان نرخ نسبت به سالهای دیگر تخمینا در هر بجیار 350 افغانی پایین آمده و مشتریان نسبت به سالهای گذشته زیاد شده. بسیار خوب. روغن چگونه هست؟ قیمتهای روغن اگر بر ما، برای هموطنهای ما معلومات بتین که روغن به چند مفروشین روغن و چقدر کاهش پیدا کرده قیمت؟ روغن هم تخمینا از 3100 افغانی و 1800 و 1750 افغانی کاهش یافته. نسبت به سال گذشته زیاد پایین آمده. با استقبال مردم چگونه بوده؟ استقبال مردم بسیار خوب بود نسبت به سال گذشته. نرخ پایین باشد طبعا دیگه هر که توان خریدش داره از قیمت فروشی دیگه همه مردم میفهمه که توان خریدش نداره. واردات روغن بیشتر از کدام کشورها صورت میگیره و این روغنایی که اینجا هست در بعضش نوشته است که از افغانستان هم فکر کنم هست، قیمت اینا نسبت به روغنایی که وارداتی بودن در گذشته هم کمتر بود یا نه؟ نه، روغنایی که زیادتر وارد میشه از مالزی هست. روسیه و مالزی و وطنی هم تولیدات خود داره و نرخ نواش از وطنی با مالزی قد تفاوت نداره. در چند افغانی مثلا تفاوت وجود داره؟ 20 افغانی، 30 افغانی. بعض وقت میشه که روغن وطنی ما شما از مالزی که هم قیمت سودا میشه چون کیفیتش خوبش هست. بسیار خوب. در مورد لوبیا برای ما بگوین، این لوبیا چند نوع لوبیا شما اینجا دارین و مردم بیشتر کدامش خرید میکنن؟ نرخش چند شده؟ کیلوی چند است؟ اینجا ما چند رقم لوبیا داریم که لوبیا وطنی خود ما شما از کپسولی است و لوبیا مقوری و لوگری است و لوبیا ترکمنی است. خرید فروش زیاد از وطنی ما شما است که از ولایت بغلان است کپسولی و ولایت لوگر است که لوبیا زیاد فروشات داره. دیگه قزاقی هم نسبت فروشش خوب است. ممنون شما، بخیر، سلامت باشین، روز خوش داشت. خیر باشین. خیلی کوتاه از اینکه فرصت ما هم کمتر است با یکی از دکاندارای دیگه هم صحبت میکنیم. در مورد خود قیمت برنج میخواییم از اینا بپرسیم که نرخ برنج چقدر کاهش داشته و چگونه هست. میریم امرایشان صحبت میداشته باشیم. سلام، صبحتان بخیر. علیکم سلام، خوب است؟ اسمتان؟ اسمم از زیاخان. آقای زیاخان، بر ما شما در مورد برنج بگوین که قیمتای برنج کاهش داره یا نه نسبت به ماهای گذشته؟ نرخای برنج خوب فعلا قیمت شده. نسبت از چند ماه پیش که برنج بالا قیمتش بالا رفته. یک گوری برنج چند شما میفروشین؟ برنج خوبش که از حالا 3300 صد. برنج خوبش حالا. دیگه برنج ها از 2500 هم هست، 3000 هم هست. شما مواد خوراکی دیگر ما دیدیم قیمت های شکر کاهش پیدا کرده. مشکلی که مثلا قیمت برنج افزایش پیدا کرده در چیز و بیشتر از کدام کشورها وارد میشه و کدامش قیمت تر است؟ قیمت تر خواهم برنج خوبیش است. دیگه وارد که میکنیم از کشور مالزی است، پاکستان است، قزاقستان است، دیگه از نمی کشورها. دلیل از اینکه برنج قیمت تر شده در چی هست؟ آیا امی پول گمرکات از تعرفه گمرکات یا چیزای دیگه هم هست؟ گمرک است. مشکل گمرک است. گمرک که است محصول زیاد میگیرن اگر از این خاطر قیمت است. اگر برنج هم شاید زراعتش یعنی کشتکار نشده از این خاطر قیمت شده برنج. از اینکه وارد میشه از کشورهای دیگه و تعرفه گمرکات بلند است، این باعث شده که قیمت برنج بلند بره. باز خرید و فروش مردم چگونه هست؟ در این قیمتی اونا هم در این ماه مبارک رمضان بیشتر مردم برنج استفاده میکنن. فروشات چگونه است؟ فروشات خوب است. فروشات عالی است. روزانه مثلا چند بوری برنج شما سودا میکنید؟ روزانه 20 بوجی هم میشه، 15 بوجی هم میشه. دیگه همقدر هم میشه. فروشات خوب است. بله. بسیار خوب. کدام خواسته اگر داشته باشین؟
خواست دیگه میخوایم که صلح و امنیت در افغانستان به دیگه مردم ما خوش و آرام باشن. ممنون شما، بخیر سلامت شما. صحبت داشتیم امروی دکاندارایی که فروش مواد اولیه را انجام میتن و خوشبختانه که شمار بعضی از مواد اولیه قیمتاش کاهش پیدا کرده و همچنان گفتنی ها و خواستای می دکاندارا را ما هم داشتیم که خواسته های داشتن از حکومت سرپرست. حالا دوباره برمیگردیم به استودیو.